نخست وزیر آلبانی ادیراما از آغاز فرایند تشکیل دولت مستقل بکتاشیه در تیرانا خبر داد. وی تأکید کرد که هدف این طرح حفظ و ارتقای فرهنگ مداری مذهبی در جامعه است و انتظار می رود قوانین حاکمیتی این کشورک به زودی تدوین و تصویب شود. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. ادی راما نخست وزیر آلبانی در تاریخ 21 سپتامبر از آغاز فرایند تشکیل یک کشورک مستقل با نام دولت مستقل بکتاشیه در پایتخت این کشور تیرانا خبر داد. این کشورک با مساحتی حدود 27 هکتار قرار است به کوچکترین کشور دنیا تبدیل شود و تحت رهبری حاجی بابا موندی پیر طریقت بکتاشی اداره خواهد شد. هدف از تأسیس این کشورک ترویج نسخه مداراگرانه از اسلام است که آلبانی به آن افتخار می کند. ادی راما تأکید کرد ما باید از این گنج که همان مدارای مذهبی است مراقبت کنیم و هرگز آن را به عنوان یک موضوع بدیهی فرض نکنیم. تیم‌هایی از کارشناسان حقوقی در حال تهیه قوانین مربوط به وضعیت حاکمیتی این کشورک هستند، اما هنوز مشخص نیست که کدام کشورها این حاکمیت را به رسمیت خواهند شناخت. حاجی بابا موندی نیز اعلام کرد که این دولت جدید ممکن است به یک سرویس اطلاعاتی کوچک نیاز داشته باشد، اما ارتش و دادگاه نخواهد داشت. رنگ گذرنامه این کشور سبز انتخاب شده و آلبانی اجازه تابعیت دوگانه را به ساکنان آن می دهد. این طرح به عنوان گامی نو در تاریخ اسلام و مداراگری مذهبی در اروپا محسوب می شود. گفتنی است که شیعیان اثناعشری با افکار، اعتقادات، آیین‌ها، مراسم، سبک زندگی و روش‌هایی که در انواع طریقت تصوف و دراویش وجود دارد، موافقت نداشته و حتی در پاره ای موارد به انحراف فکری و عملی آنان مطابق با فتاوای برخی از مراجع تقلید اعتقاد دارند. البته همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادی انسان‌ها نسبت به انتخاب دین و مذهب و آیین و شیوه زندگی همواره از سوی بزرگان دینی و مراجع تقلید شیعه در اعصار مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. چنانچه پشت پرده تشکیل این کشورک نیز برخی از دست‌ها و نقشه‌های خاص در کار نبوده و هدف از آن ضربه زدن به مبانی اسلام اصیل نباشد، به عنوان تمرینی جهت دموکراسی بشری و افزایش روحیه مدارا به ویژه میان مسلمانان به عنوان بهره برداری از تجارب و اندیشه‌های بشری می‌تواند امر مبارک و پسندیده‌ای باشد.